شما همکارانم کیمیا قربانی از بولونیا و مصدق پارسا از بروکسل. کیمیا، پیشبینی نتیجه انتخابات در ایتالیا تا این لحظه چه بوده؟ بیشترین اختلاف احزاب ایتالیایی بر سر چه موضوعاتیه؟ تلاز، پیشبینی ها نشون میده که احتمالاً جورجیا ملونی رهبر حزب راستگرای برادران ایتالیا با 26% رای برنده انتخابات در ایتالیا خواهد بود. خب میدونیم که جورجیا ملونی رهبر حزب محافظه‌کار اروپا هست، حزبی که گفته میشه احتمالاً بیشترین کرسی رو کسب خواهد کرد بعد از انتخابات. اما پیشبینی میشه که حزب چپ 5 ستاره بازنده این انتخابات باشه در ایتالیا، حزبی که با حزب سبزها در پارلمان اروپا هستش. اما خب وعده های انتخاباتی زیادی داده شده، از جمله افزایش حقوق ها، ایجاد اشتغال، رفاه، مسئله محیط زیست، انرژی و سیاست های اروپا و ایتالیا در قبال جنگ. اما اختلاف های زیادی هم بین این احزاب راستگرا و چپگرا وجود داره، از جمله مسائل مربوط به همین ملی گرایی و هویت ملی که متعلق است بیشتر به محافظه‌کاران. و مثلا جورجیا ملونی خودش گفته که خودش رو پلی میدونه میان راستگرایان و محافظه‌کاران و بر این باور هست که اتحادیه اروپا نیازمند این هستش که با محافظه‌کاران کار بکنه، به خاطر اینکه بتونه از هویت اروپا دفاع بکنه و ارزش‌های کلیسای کاتولیک رو گسترش بدن. و این برمیگرده حتی به بحث مهاجرت، مثلا که مخالف اصلا با ورود مهاجران، چون میگن به خطر میندازه بحث هویت اروپا رو، یا با بحث ارزش‌های کلیسای کاتولیک مربوط هست به مسئله تقدس دادن به خانواده، اینکه تشویق بکنن زنان رو که سقط جنین نکنن. اما در مقابل مثلا میدونیم که الیشلاین که رقیب او هست بارها عنوان کرده که خواستار یک اروپای فدرال هستن، اروپایی که امروز نمیتونه که داخل مرزهای کشورها مسائل رو حل بکنه و جهان امروز به چیزی فراتر از مرزها احتیاج داره برای حل مشکلات، و اینکه باید سیستمی ارائه بشه که بتونن جستجو بکنن پناهجویانی که در دریا هستن، و ادغام فرهنگ‌ها در اتحادیه اروپا مهم هستش براشون. ممنونم کیمیا. مصدق، میدونیم پارلمان اروپا در تعیین خب رئیس بعدی کمیسیون اروپا نقش تعیین کننده ای داره، این روند چه جوری انجام میشه؟ چه انتظاری الان وجود داره؟ دقیقاً، حالا ما در برخی از کشورهای اروپایی کم کم به ساعات پایان رای گیری میرسیم و تا ساعاتی دیگر نتایج ابتدایی و حالا اون دستبندی کرسی ها بر اساس احزاب در پارلمان اروپا مشخص خواهد شد و این شاید برگی از رقابت را اینجا میبنده، اما بر سر مسئله توازن قدرت در اتحادیه اروپا آغاز یک کارزار دوباره خواهد بود که مهمترینش این مسئله است که اشاره کردی، یعنی تعیین رئیس کمیسیون اروپا به عنوان نهاد اجرایی اتحادیه اروپا یک مسئله اصلی است. هرچند مکانیزمی که در سیستم انتخاباتی اتحادیه اروپا وجود داره بر اساس این است که هر حزب یک نامزد اصلی داره و این نامزدان کسانی هستند که در نهایت شانس رسیدن به کرسی ریاست کمیسیون اروپا را خواهند داشت. اما اتفاقی که در سال 2019 افتاده بود این بود که وقتی شورای اتحادیه اروپا که متشکل از وزرای کشورهای عضو هست و باید در نهایت رئیس کمیسیون اروپا را تایید کنه، نتانست بر سر نامزدان اصلی پارلمان به توافق برسه و سرانجام اورزولا فون در لاین که نامزد اصلی هم نبود از طرف حزبش، ریاست کمیسیون اروپا را بر عهده گرفت. آنچه که شاید در طول سالهای گذشته هم بارها و بارها ما شنیدیم که نماینده‌های در پارلمان اروپا هر بار که اورزولا فون در لاین نقد وارد می‌کردند می‌گفتند که غیر قانونی هست و به نحوی حالا اصطلاح فراشوتی استفاده می‌شد. اما حالا کمیسیون اروپا بر اساس رأی پارلمان اروپا و در نهایت تایید شورای اتحادیه اروپا انتخاب خواهد شد. ممنونم از هر دوی شما، مصدق پارسا از بروکسل و کیمیا قربانی از بولونیا.